در قسمت قبلی از آموزش در رابطه با انواع عملیات فرز و انواع ابزارهای فرزکاری آشنا شدیم. داخل این قسمت از آموزش میخوایم با انواع عملیات تراش بیشتر آشنا بشیم. اولین عملیاتی که داخل تراشکاری بیشتر استفاده میشه عملیات رو تراشی هستش که ما یک قطعه رو به اسپیندلمون میبندیم ابزار تراش میاد سطح روی قطعه رو تراش میده و یک مقدار از قطر قطعمون کمتر میشه رو تراشی یکی از عملیات که خیلی کاربرد داره و داخل تراشکاری از این عملیات استفاده میکنن. عملیات بعدی عملیات پیشانی تراشی هستش که به این صورت پیشانی قطعه رو تراش میدن یا اینکه میتونیم این پله می رو در این ناحیه به وجود بیاریم و این پیشانی از قطعه رو بتراشیم. پس ما میتونیم پیشانی قطعه رو که همون عملیات فیسینگ داخل فرسکاری هست بتراشیم و جهت پیشروی ما هم به این صورت مشخص شده. پس ما میتونیم یک مقدار از ارتفاع قطعه با پیشانی تراشی کم کنیم دوران قطعه به این صورت هست و فید ریت یا پیش روی ابزارمون هم به سمت مرکز قطعه هستش عملیات بعدی عملیات منحنی تراشی یا منحنی تراشی داخلی و خارجی هستش ما میتونیم به این صورت منحنی تراشی کنیم و یک قوس رو در این ناحیه به وجود بیاریم داخل این تصویر ما هم عملیات روتراشی رو مشاهده می کنیم که عملیات شماره یک هستش با اینسرت مخصوص خودش عملیات شماره دو یا منحنی تراشی هستش که به این صورت یک قوس رو به وجود آوردیم عملیات شماره سه کف تراشی هستش که به این صورت با اینسرت مخصوص خودش و با هولدر مخصوص خودش عملیات تراش رو برای ما انجام میده این عملیات هم برای ما بسیار کاربرده داخل تراشکاری چوب و خراتی این عملیات بیشتر کاربرد داره عملیات بعدی که داخل تراشکاری وجود داره عملیات داخل تراشی هستش که با هولدر مخصوص و اینسرت مخصوص خودش میتونیم داخل قطعه رو به این صورت بتراشیم و قطر داخلی رو با توجه به دلخواه خودمون در بیاریم. عملیات بعدی عملیات شیار تراشی داخلی و خارجی هستش که ما میتونیم هم از داخل یک شیار رو بتراشیم و هم از خارج شیار تراشی رو انجام بدیم شیار تراشی داخل فرسکاری هم وجود داشت پس ما با ابزار مخصوص میتونیم شیار مورد نظر رو بتراشیم عملیات بعدی که داخل فرسکاری هم وجود داشت عملیات رزوه تراشی هستش که ما میتونیم هم رزوه های بیرونی و هم رزوه های داخلی رو بتراشیم رزوه های بیرونی برای ما پیچ ها رو میتراشن و رزوه های داخلی برای ما مهره ها رو به وجود میارن ما هولدر ها و این های مخصوص رزوه زنی هم داریم و در قسمت ابزار های تراشکاری در رابطه با رزوه زنی بیشتر صحبت میکنیم در قسمت بعدی از آموزش میریم سراغ ابزارهای مختلف ماشین ها و میخوایم با ابزارهای مختلف تراشکاری بیشتر آشنا بشیم و میتونیم از این ابزارها داخل نرمافزار کتیا استفاده کنیم و عملیات مورد نظر رو با ابزار مورد نظرمون پیاده سازی کنیم